بینده صبح زندگی حسین بخش رنگین کمان و مهمان خیلی گرامی هم داریم یکی از جوانهای خیلی با استداد. آقای فردین امینی نقاش و رسام با ما هست و در بهار یا در تابستان یا در خزان یا هم در زمستان های خوبی را نقاشی کرده امروز مهمان ما در صبح زندگی که نقاشی هایش با هم یک جا ببینیم در رابطه با فعالیت‌ها و کارهایش بیشتر صحبت های داشته باشیم آقای امینی صحبت بخیر خوش آمدی به صبح زندگی سلام خدمت شما جمشید جان همکاران عزیزتان و بینندگان و برنامه صبح زندگی امید که یک صبح خوب خوش راغاز کرده باشن فردین امینی است یکتن یک تن از بخش رسمی نقاشی در خدمت شما خیلی عالی نقاشی که امروز آوردی نقاشی بهاری هست نقاشی کلش بله بهاری است به خاطر که می فصل بهارم نو شروع شده بله و نقاشی هم کلش هم بهاری من چهار فصل را که یاد کردم من وقت کارهای خودت عالی بوده در فصلهای مختلف نقاشی خوب را داشتی و در برنامه صبح زندگی هم مهمان ما بودین اما نقاشی اول جلب توجه ما شد بسیار زیبا هست بیاین که از او بدانیم که در چند ساعت و این نقاشی را چگونه دانستی به اطمینان برسنیم این نقاشی بخش اکادمیک است که وقت امو افتاد غروب که افتاد غروب میکنه امو وقت شام که میباشه که همه آوا تاریک میباشه منظری اموست و مدت کار از یه دو ساعت شد. یعنی غروب بهاری بله غروب بهاری و طلوعی بهاری و... امروز نداریم امروز بارانی هست <تصفح> خیلی خوب و بیاین در مورد ایر میناتوری میگن تابلو دیگه میناتوری است که یکی از است که هنر است که بسیار ظریفکاری داره و بسیار با دقت کار میشه که مدت کار از, از سه ساعت شد و به بسیار سختی کار میشه نام بزرگ الله نام بزرگ, که واقعا بزرگ سر الله در زبان ها همیشه میایه آدم لذت میبره چی خوب است که ما بتونیم همچون کلمات را که میناتوری بکنیم یا نقاشی بکنیم که همگی وقتی که ببینه یاد بکنن و به یاد الله بفتن بسیار خوب و نقاشی بدی نقاشی بدی هست یک بسیار یک جای رمانتیک است نقاشی بعدی دریا هست با بالاش کوه هست و این پایینش کسی سایه افتیده و آخریش هم دو دانه کشتی مانده است و یک دیگه هم به زمستانی نمیمانه؟ اوش منظره زمستان است و وقت برخ میباره بالا خانه ها را برخ میگیره و منظره ها هم برخ میگیره اون نقاشی زمستان است که مدت کار از او پنج ساعت شد و او هم بخش یک الیک کم احساس سردی کردیم باز فکر کردیم که زمستان هرچند که زمستان گذشت خدا را شکر و سختیام در گذر است آسانی ها هم پیش روی است و یک نقاشی دیگم که در پیش روی میز برنامه صبح زندگی است این هم یک رنگ خاصه داره یک نقاشی است این هم از غروب آفتاب است دو, منظره بود کردوش در یک تابلو نقاشی کردیم جدا جدا که هم از وقتی که آفتاب میشینه از امشت مشتاق به یه که غروب نقاشی بکنی منظره که در وقت غروب آفتاب می باشه منظره بسیار عالی می باشه آه. و اون رنگ زرد آفتاب به وقت هوا را می گیره. منظرش مقبول می به با گفته آشخواه ها اگر رومانتیک می باشه بله رومانتیک باشه. <تصفيق> <تصفيق> زندگی خودت چی گناه با این رنگ آموزی و ها و نقاشی ها گناه هست زندگی را تو اختصاص دادی به خودت؟ زندگی امی رس و مثل امی رسامی و شون بسیار عالی است تا رنگین کمان و رنگ می باشه و بسیار عالی می باشه <applause> هر کی دنیای هر کس <applause> دنیای و شاگرد هستین یا استاد هستین فعلا فعلا هم درس میخونم رسامی را و هم در یکی از مراکز آموزشی تدریس میکنم کنم رسامی و نقاشی را <applause> بعض وقتا غروب واقعی را دیدی بله یاد دیدی <applause> چه گناه بوده یک غروب واقعی غروب واقعی وقتی یک رسام کار خودم میکنه وقتی می تابلوش خراب میشه همون یه غروب برش میباشه باشه از دوباره شروع میکنه باز چی حس میداشته باشه اون فرد زمانی که در غروب قرار میگیره او حس نمیداشته باشه دیگه وقتی آدم شکست بخوره باید بیشتر تلاش کنه تا به هدف برسن انشالله که هیچ وقت غروب نداشته باشیم نما نه خودت نه ما نه هیچ ما همیشه مثل خورشید بدرخشی چقدر خوشایند از برد در این دنیای نقاشی و رسامی زندگی زمانی که اول صبح فرد یا شخص بیدار میشه با مو کار وظیفه‌ای که داره تو عشق میورزه و مشتاق به است که مزوتر آغاز بکنم امی بخش رسامی و نقاشی که است امو فرد که رسام یا نقاش است وقت گفته های خود به مردم و جامعه گفته نمیتونه به امی بخش رسامی و نقاشی میتونه امی هدف های خود به مردم رسانه گپ که داره به مردم رسانه و دنیای نقاشی بسیار عالی است عشق به وظیفه هش به کار عشق به فامیل عشق بله. به جامعه عشق به انسانیت این همه موردی است که انسان میتونه خیلی قوی بسازه من که شب میشد انتظار به این هستم که چه وقت دوباره صبح میشه و من برخیزم و برم به کارم به وظیفه‌م خب جوان‌ها زیاتر باید به فکر باشند توجه داشته باشند که اما هر موضوعی که پیش روی اگر متعلم هستن اگر محصل هستن اگر کسب کار هستن اگر مثل شما همین گونه نخواش هستن اگر مثل مایی هستن که اینجوری آمیانه صحبت میکنیم فقط تلاش باید بکنیم بله. همون که میگن انسان از تلاش و انسان از تلاش و الماس از تراش میدرخشه بله. چقدر درخشیدی خودت؟ امیر پیشرفت میکنن امیر درخشیدن است و باید تلاش کنیم و هدف که داریم برسیم و هرگز از خدا نوامید نشیم آه خیلی عالی گاهی وقتا تاپلویتان یا نقاشیتان هم کس پیشنهاد کرده که می میخرامش یا قیمتش چند است و یا ای که چند باید ای خریداری شود تابلوهای که ما کار میکنیم بعضی هاش در نمایشگاه به صورت خریداری میشه و بعضی هاش مردم فرمایش میتن ما برشون کار میکنیم و به فروش میرسن فرمایش های خارجی هم داشتی گاهی وقت؟ امینی؟ یکی دو دانه فرمایش خارجی بود که تابلوهای کلان بود که در سالون ها بند میشد از اونو به کدام فرمایش. کشور روان کردیم؟ به کشور ترکیه بود نام خدا چه قدر پول بده ساوردیم؟ او پولش قدر چی نمیداشته داشته باشه یعنی همو زحمت را که کشیدی هم تابلو که نخواشی کردی ارزشش طابلو... داشت پول کلان می 100 یا 200 دو دلار قیمتش می باشه. و ارزش شمی داشته باشه وقتی آدم زحمت بکشه و ارزش زیادتر می باشه. در خانواده بجز خود کسی دیگه هم این هنر نقاشی و رسامی رو دا دوست داره کسی خودت مستقیم حمایت کرده که کارت عالی است یعنی تشویق شدی در خانواده پدر جان و مادر جان هم هستن که بسیار تشویق میکنن و فامیل هم تشویق میکنن و بسیار زحمتی که بالایم کشیده استاد استاد راشد است که همیشه بولم تشویق کردن و زحمت بسیار کشید این دو فرد کلیدی خانواده که خودت تشویق کرده پدرجان و مادرجانت آیا گاهی وقت تصمیم گرفتی نقاشی از اونا رو داشته باشی یا بکشی خودت بله ها رسمی چهره شونه کشیدیم خیلی عالی و به من خاطر تشویق میکنن سپاس فردین امینی نخواش موفق باشی از اینکه دعوت ما را در بخش رنگین کمان پذیرفتی ان پیش خوبی داشته باشی تشکر از شما بسیار زیاد بخیر باش سپاس از شما هموطنان عزیز که بیننده صبح زندگی هستین بخش رنگین کمان واقعا رنگ هایی که در نقاشی فردین امینی دیدیم روح روان ما هم تازه شد ما همیشه هم میگیم که به طبیعت از طبیعت لذت ببرین و اگر در طبیعت رفتن نمیتونید یک نقاشی خوب همون فصلی که شما هستین بهار باشد تابستان یا خزان یا زمستان داشته باشین شاید لذت خوبی رو ببرین وقفه داریم دوباره برمی